تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنی؟ نه خیر اگه بخندی میبازی، اگه بخندی باختی، پس سعی نکن که بخندی. What the fuck؟ سری نامجانی چون نمیمون پس؟ مشترک مورد نظر در حال تلم بزدن است، لطفاً بعداً شماره گیری نماییم. Shut the fuck up! امروز باید تعطیل کنم. نامجانی انگار کارش هنوز با سرین تموم نشده. اسم من هست آقای کیوتی پای. سلام رئیس. خبر بدیو دارم برای شما. چی شده رئیس؟ فقط هول نکنین، ما متاسفانه با خبر شدیم که نصف شب آقای جانی سینز رو به بیمارستان بردن. وای نه، مگه میشه؟ میگن وقتی خواب بوده یکی با نقاب اومده بالای سرش و کمی از عادتش رو با چاقو بریده، ولی جانی خوشبختانه سری متوجه میشه و شخص رو فراری میده. یه چیزی رو بهتون بگم. بگو. عمو جانی سرین رو هر شب میبردش توی رخت خواب، ممکنه سرین این کار رو کرده باشه؟ هنوز چیزی مشخص نیست، باید صبر کنید تا آدم ما واسه تحقیق جمع کنم. ولی خبر خوب هم دارم واسه همین الان. به پشت سرت نگاه کن. محسود؟ درسته، محسود. اون خواهیهاش خوب شده. محسود؟ محسود چطوری؟ تو خوبت خوب شد؟ بله، شما چطورین؟ سرین یه خبر بد دارم واسه. شنبول عموجانی رو بریدن. خیلی خوشحالم. اونی که میبینین زیر سینز هابه تخمای قبلی محسوده. محسود که تخمش باد کرد مجبور شدن تخمای قبلیشو بکنن، تخمای جدید بهش پیوند بزنن. الان این تخمای قدیمیشو گذاشته اونجا یادگاری بمونه. بله میشه. پشماش ریخت، تو حس بود یارو یهو حمله کرد، مدعی فکر کرد اومده میکروفونه ازش بدزده. خیلی هم محکم میزنه تو سر صورت خودشو، خیلی محکم میزنه. میترسم بعد این کارش صورتش پوستش کلا خراب شده باشه. دیگه ما بکن. چی میخوری؟ فلافل. خوشمزه؟ آره، فلافل باد داره. وای، میگه فلافل باد داره. یهو چونشو کرد سمت دوربین، یه زارت زد واسه شون. چهره و تیپ یارو خودش 10 سال خنده داره. یعنی جر خوردم از خنده، مغزش ریخت تو مثانه‌اش. این صدای اون یارویه که تو مترو فوش میداد، صدای اون انداختن روی این. آخرش هم یارو پول در آورد خوش خوش حساب کنه. سلام، چطوری؟ خوبی؟ قربان بدم، خواهش میکنم. سلام، کجایی؟ قربان شو، جنگلم. باشه، اشکال نداره. جنگل؟ آخه باشه، مشکل نداری. فوری اگرم مزاحمت نمیشه. خواهش میکنم. تو ذهنش میزنی. باشه، چشم، متشکرم. باشه.
باشه باشه خاک میشه. میبینم. میبینم خاک میشه به نظر من دست خاک جیونه خاک میشه می دست نمه دست میشه دیگه مزاق دنیه. این مطمئنم داداش همون پیره مرده هست. دختره میگه کجایی؟ میگه جنگلم. صدای دختره رو شنید روحش شاد شد. قربان بدم. با دختره داشت صحبت میکرد هی آبش هم چیکه بکرد تو شلوارش. ای جا به جا میشه دست میزد به زانوهاش. من که خونتونم. وقتی گفت نزدیک خونتونم یارو رنگش عوض شد رید به خودش. هی ای جان آخجون میکرد تو ذهنش تو وسط های همون با دختره رو تصور کرده بود. آخه باشه. دماغش رو وز کنی به دماغ جهانگیری تو وسط های تنگ هرمز رو میبندن. همیش مارد به ازایت بنشینم. ملعون کس کشید. لامصب باید جا جوکر بازی میکرد از بس عمیق فرو رفت تو نقشش. او باید بازیگر مقابلش نبود و یعنی احتمال داشت ترتیبشو بده. ملعون کس کشید. بهروز وثوقی هم اینقدر تو نقشش فرو نمیرفت لعنتی. دقیقا این چرا اصلا روسری سرش کرده؟ دو سه روز تریاک نزده رو مود نیست اصلا. یه خورده دیگه جلوتر میرفت چونش این رو میذاشت. بسم الله الرحمن الرحیم. هیم 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 به مناسبت سومین روز ایکو میکنه صداشو. درگذشت به مرحومه مقبوله شادروان بان بان مجلس ختمی در همین مکان مقدس منعقد میباشد. کسانی که از شهر مقدس قوم شرکت فرمودن کمال تشکر کن و قدردانی و عمل میآوریم وریم. ضمناً مجلس هفت این مرحوم هوم در همین مکان مقدس دست منعقد میباشد. واقعا هنره ها. با تشکیف فرمایی خود روح این مرحوم هوم تازه گذشته را شاد فرمایید. سلامات جلیل خط بفرمایید. یارو مخصوص مراسم هاست بدون میکروفون هم میتونه کارشو انجام بده. به این میگن هنر و غیرت ایرانی. ایرانی اصلا قیافش ایرانی. برو باشه کونی لاریدم در روح پدرت لاریم در روح مادرت. یارو اعصاب نداشت. مجلس هم مثلا داشت گرم میکرد. فقط اینجا شو دقت کنین موقع خوش دادنش سرش میلرزید. لاریم در روح پدرت لاریم در روح مادرت. Get smart for the shit start before it get dark before they hit you with the pitchfork better quick walk grip. خیلی شیرین و باحال فوش میده دهن سرویس. همیشه سکسی باش کابوس نن سیغه یا برا بده برا ماتنش تو بده. احسن یارو میخواست برینه روش اصولش گردن ها. اسکل فکر کرد چونش عایقه میخواست با چون بپره روش از برق گرفتگی آزادش کنه. خب اسکل اینطوری که خودت هم بدتر برق میگیره. حاجی آقا یکم دیگه گاز میداد مثل بالون از رو زمین بلند میشد. حاجی یه فاز بتمن گرفته بودش. یا مادم یارو ایرانیه رفته چین داره سعی میکنه با این چینی ها حرف بزنه. مادم بیچاره همه حرفاش مثل چینی ها داشت بیان میکرد. درود به شرف این مرد بزرگ. مسعود بذار با اصد چینی صحبت کنم. ریت به خودش.
نمیتونم تعامل کنم، هرچی سعی میکنم جلو خندمو میگیرم نمیشه. نگاه کنین یارو تخمشو همونجا جا گذاشت. وقتی افتاد هی سرشو میچرخوند اینور اونور، داشت دنبال تخمش میگشت. از این شوخی ها ما هم زیاد میکردیم با دوستامون، ترقه مینداختیم زیر تخمشون، دو متر میپریدن بالا. سوال داشتم در مورد مسئله ارضا کردم، خود ارضایی. این که پینوکیو جاق میزنه آتیش میگیره، میخواستم ببینم این حکمت چی بوده. کسی که خود ارضایی کنه آتیش میگیره؟ نه، پینوکیو جاق زده آتیش گرفته. چرا؟ کی جاق زده آتیش گرفته؟ پینوکیو. پینوکیو که؟ پینوکیو یک شخص از کارتونی از چوبیه، جاق زده چوب رو چوب ثابت شده آتیش گرفته. یار پاچی دهنه تو سرش. پینوکیو زده، فرض کنیم پینوکیو همجوری تونتون داشته میزده، داغ شده دکش، آتیش گرفته. عجب مخ تخمی داشت یارو، شیخ قیافش خیلی باله. یه چی میگی؟ کی آتیش گرفته؟ کی جرزده آتیش گرفته؟ هر بار چهره اینو من میبینم خود به خود خندم میگیره، حرف زدنش، قیافش، کلان احساس میکنم این باید بیرفته تو سیرک، اون وسط دامن میپوشیده میرخصیده. پینوکیو که مشیه، نظرت چیه؟ کسافت بی سواد آشغال. من تک و تنها ارتش حزب‌الله، سربازای گمنام امام، منتظر باش جان سینز به زودی خوب میشه دیگه، خوب میشه میاد رو تلمبه میزنه. دوست داری آدم جان زودتر خوب شه یا نه؟ نه. نکنه دیوز خودت چون بوله آدم جانی بردی رو نمیکنی. نه. سرین اگه بفهمم کار تو بوده محسودو میندازم به جونت، با اینکه میدونم محسود گی نیست. رفقا لطفا لایک بدین، کانال یوتیوب کیودی پای رو هم دنبال کنید تا بتونین برنامه‌مون رو ببینین. من که باختم، اصلا نتونستم تعامل کنم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه رفقا. Peace.